آقای سید مخدوم رهین، رئیس شورای سراسری مردم کابل اینجا حضور دارن. آقای رهین خیلی زیاد خوش آمدن. سلامت باشین. سلامت باشین. چرا فکر میکنین که روی کرده موجود بر رسند به سال نتیجه بم رو نخواهد داشت؟ ببینید، صلح در شرایطی که شما با عذرگذاری و تمنا جویای شوین، طبعا به طرف مقابل اعتماد به نفس بیشتر میتین، غرور بیشتر میتین و او چی مجبور است در اون صورت که سرخم کنه و شرایط شما را بپذیره. بنابراین اعتماد به این پیدا میکنه که تا نهایت ها بجنگه و به موفقیت و غلبه و پیروزی کامل دست پیدا کنه. اما شما فکر نمیکنه اون قسمی که خود شما هم در واقع های شریف را نوشته بودن در صلح خیر است و اساسا اگر رسیدن به صلح یک رویکرد مناسب تره که فکر میکنین به نوع تسهیل میکنه راه را به رسیدن به صلح و ثبات پیش بگیرین، کار بدی نیست؟ بله. خب مسلما کار بدی نیست، به خاطری که درباره صلح هر چی بگوییم از نظر اسلام، از نظر زندگانی اجتماعی، هیچ تردیدی در این نیست که بدون صلح زندگی نمیشه. اما صلح چگونه به دست میآید؟ با آزاری، این به پای دشمن زانو زدن، یا برعکس دشمن چنان کوبیدن که او به زانو بفته و بیایه از شما تمنا کنه که پیشنهاد صلحش را قبول کنید؟ در تمام حوادثی که هم در زمان ما و هم در گذشته های دور و نزدیک جنگ های که شده و بالاخره به صلح منجر شده، معمولا به این ترتیب بوده که یکی از نزدیکترینش به زمان ما و شما جنگ حکومت سریلانکا با تمیل ها بود. با اینکه تمیل ها سالهای دراز بیش از یک رو به قرن بود که جنگ میکردن. اما آقای رهین، برخی ها میگن در واقع که وقتی که شما محاسبه از جنگ و صلحتان میداشته باشن، به ویژه بحث سرکوب را که شما اشاره کردن، شما پیش خود یک محاسبه میکنن که اینمی توانایی کلی برای سرکوب مخالفانتان دارن یا خیر. بسیاری ها میگن که واقعی بینانه نیست، ما باید به یک دیده که در واقع شما از یک موضع قوی بیاین برای صلح کردن امکان نداره. چی میگن؟ ما عرض می است که اگر ما نتانیم ما امروزی کار بکنیم، به دلیل است که او فرصت ها را از دست داریم. ما با یک نوع همدردی و محبت خاص با طالب رفتار کردیم و هم حکومت گذشته و هم حکومت موجود. جنگ خشم می خواه، عصبانیت می خواه و در جنگ کسی به اصطلاح حلوا پخش نمی کنه و با دیگه مخالف برادر نمیگه. وقتی که ما با این تعبیر در اون زمان شما مخالفت کردم و همین موضوع سبب شد که دشمن گستاختر شد و قویتر شد و زمینه پیشرفت و پیشروی پیدا بکنه. و طبعا خوشبختانه که نیروهای مسلح ما شجاعانه دفاع میکنن از وطن، ولی قاعدتا باید دل اونام تا حدود شکسته باشه در اون وقت. اما آقای رهین، برخی ها میگن که اگر از حکومت موجود میخواین گپ بزنین، مثلا کدام نمونه از بحث همدردی بوده که شما مثال بزنین، یا کدام نمونه شما دارین که حکومت موجود صلح را در گفته خود شما در واقع گدایی کرده باشه؟ خب اون موضوعی که موضوع برادر گفتم و مربوط به حکومت پیشتر است، ولی در شرایط حاضر هم یعنی شب و روز گدایی کردن صلح هست، ولی بیفایده و هدر و کاملا به ضرر عاقبت امی جنگی که وجود داره، یعنی به نفع مردم افغانستان نخواد بود به این صورت. و من گمان نمی کنم که یک گروه یاغیست بالاخره دشمنان افغانستان مقابل یک حکومت که نیروهای مسلح مجهز داره و آزموده هستند و حمایت جهانی را پشت سر داشتن و هنوز هم دارن، اونا اگر ما عاملانه با اونا رویاروی میشدیم، من گمان نمی کنم که اینقدر طول میکشید. و با بحث همدردی را که مطرح میکنین، منظورتون چی است؟ مثلا چه همدردی با طالب شده؟ همدردی که مثلا عملیات شبانه را متوقف کنین. حکومت موجود گفته که نه، اجازه است. من شما گفتین که چطور اینا فعلا وضع به این ترتیب است، من گفتم به سابق که بریم
از سابق امتیاز حالت نه اگر وضع موجود را بخوایم ارزیابی بکنیم حداقل از نزدیک به دو سال را چگونه میبینه؟ والا وضع موجودم خوب میمانند که متاسفانه که خوب پیش بیاید دشمن موفق شود بعد از او باز پس دشمن وام به عقب زده میشه نه اینکه قلو قمه شود. یعنی فکر میگم این جزء از سیاست است که روی دست گرفته شده؟ من نمیدونم جزء سیاست است یا نه ولی عملا امی حالت است. ارزیابیتون چی است؟ مثلا فکر میکنید کار عمدی است یا متوانایی هایی که بیشتر اشاره کردم ایجاب میکنه که فرصت بتن به دشمنم و گفته برخی ها؟ من چون در وزارت دفاع یا داخله یا امنیت ملی نیستم ولی بازده کار متاسفانه به نفع دشمن تموم میشه. آقای رئین زمانی که حالا ما وضع موجود را در واقع سرش گپ میزنیم حکومت گذشته دیگه گذشت. بحث راهبرد رسیدن به سوال وقتی که مطرح میکنن بسیاری ها از آدرس حکومت میان میگن که خوب ما یک اجماع جهانی را به یک نوع شکل دادیم. آمریکایی ها میان حمایت میکنن اجماع منطقه ای را به یک نوع شکل دادیم. بحث چینی ها را مطرح میکنن، مسئله موزیگیری ایندی ها را مطرح میکنن، مسئله خود پاکستان را مطرح میکنن. در درون هم به یک نوع یک همصدایی وجود داره. حالا هم رئیس جمهور هم رئیس اجرایی میگن که خب این روی کرده ما صدا میدیم. با وجود از اینکه حال در آخرین مورد رئیس اجرایی میگه که طالبان جنگ میکنه صلح نمیخواد. چی چیزی دیگه لازم بود که فکر میکنن صورت نگرفت و حالا ما با این وضعیت دچار هستیم؟ عرض کردم که سرکوب به موقع او صورت نگرفت. در این حکومت هم چنین چیزی وجود داشت؟ مخالفان تو موران بودند، مار شدند. و در این حکومت باز هم آدم قسم میبینه اراده نیرومند بر یک جنگ فیصله کن من احساس نمیکنم. اراده نیرومند وقتی که میگن برای یک صلح فیصله کن را احساس نمیکنید خب اینم حتما میدونید که اراده چرا نیست. خب نمیدونم که اراده چرا نباشه و چرا نیست اما احساس میکنم که اگر یک اراده نیرومند در کار باشه گپ تا اینجا پیش نمیره و از این عجز و لابگری و زاری ما دشمن اقدر گستاخ و نیرومند نمیشه که به دروازه شهرها دره. آقای رئین لحظات پیشتر شما گپ های نماینده مردم کندوز را هم شنیدین. واقعا فکر میکنین که با اینمی فضای موجود با اینمی ابهامی که شما از یاد میکنین برای جنگ و سال موجود است روز تا روز مردم ناراض میشن و فاصله میگیرن؟ مهمترین چیزی که از آب و نان کرده هم مهمتر است بر مردم این است که مردم امید خود نبازه و متاسفانه من میبینم که مردم هر روز به طرف ناامیدی بیشتر میره. ناامیدی دیگه مادر همه دردها و همه بلاها و همه شکست هاست. آقای رئین خب شما زمانی که میاین از روی کرد موجود را نقد میکنین بر اساس گپایی که خودتان دارن حتما چیزهای در ذهن خودتان هم هست. فکر میکنین که با توجه به این فضای موجود بله بحث سیاست کشورهای قدرتمند جهان، مسائل منطقه‌ای، وضعیت درونی افغانستان، امکانات موجود چه فرصت موجود باقی مانده که حکومت وحدت ملی مد نظر بگیره چه برای رسیدن به صلح چه برای فشار آوردن از راه نظامی؟ بله دو گزینه میتونست که صلح بیاره و هنوزم میتونه. یکی همونطور که عرض کردم سرکوب به موقع دشمن که او نمیدونم تا چه اندازه فرصتش از دست رفته و دومی که فشار واقعی بر باداران دشمن تا واقعا فشارها دشمن به میز مذاکره بیاره. هیچ بهانه و عذر قابل پذیرش نیست که بگن اونا نمیخواین. هیچ امکان نداره که با اونا هدایت داده شوه و اونا بگن که ما نمیخواییم. اما یک نکته دیگه هم که خوب است اضافه بکنیم برخی ها میگن که نتیجه گیری بس بادارا را که میگن خیلی واضح از دیگه امی بوده که برشان گفته شده که یک فصل دیگه هم خوب بجنگن از هر تلاش ممکن به ویژه در شمال افغانستان استفاده بکنن چون هنوز هم افراد با تفکر ضد طالبانی در شمال و شمال شرق هستن که اینها متقاعد به این نشدن که بیاین با شما بشینن یا گپ بزنن شما را به عنوان یک گروه شورشی یک یاغی و گفته شما میشمارن و حاضر نیستن و اینمی فصل در واقع جنگ فیصله کن هست و می فصل است که با شما را آماده میسازه برای اینکه بیاین از یک موقف قوی و
میز مذاکره حاضر شوند و این در واقع شما را فرصت میکنه در سوال هم بکنن مثل احزاب سیاسی مذهبی پاکستان داره و عنوان جریان قدرتمند در درون افغانستان فعالیت بکنه و بیاین با استفاده از نام دین مردم را با خود داشته باشد. خب میتونه این هم یک گمان زنی باشه، ولی در هر حال ما باید موقف قاطع داشته باشیم. در این حد خوشبختانه حکومت ما و نیروهای فداکار مسلح ما این ظرفیت ای توانایی را داره و باید قاطعانه اگر چنین چیزی باشه دیگه ما به قیمت همه چیز باید که نگذاریم که این طرح خطرناک پیاده شد. سپاسگزار آقای رهین از زورتان. آقای سعید مختوم رهین، رئیس شورای سراسری مردم کابل از زورتان. سلامت باشید. سلامت. تشکر از شما.